ممکنه بی قید و شرط بودن تفکر فلسفی هم و هر نوع تفکری، هر نوع تفکری تو جامعه پیدا میشه، تو یه جامعه که یه سنت‌های متفاوتی داره، دینی، غیر دینی، فلان اینا و همه اینا درش تأثیر میگذاره. حتی ببینید در فلسفه جدیدم، یعنی زمانی که دیگه مثلا فلسفه مسیحی دیگه به اون صورت، لااقل به اون صورتی که در قرون وسطا بود وجود نداشت، یه فیلسوف بزرگی مثل لایبنیتس، این در بسیاری از مسائل وقتی میخواد جواب یه آدمی رو بده میگه تو این حرفی که میزنی قدرت خدا رو محدود میکنه. یعنی بزرگترین ایرادی که به حرف اون یه آدم داره اینه که اعتقاد تو، خب اگه یه فیلسوفی به خدا اعتقاد نداشته باشه باید ککش هم نمیگزه که قدرت خدا محدود بشه یا نشه. ولی برای لایبنیتس مسئله جدی بوده. تا کانت هم همین جوریست، چه میدونم یه صورتش هم ممکنه در هگل هم حتی باشد. یعنی انواع اقسام، یعنی خلاصه این رابطه فلسفه و دین هم باز مثل همه این مسائل خیلی رابطه پیچیده است. اگه بخوام خلاصه بکنم اینجوری نیست که اگه شما بخواید فیلسوف باشید حتما باید به تمام اعتقادات دینیتون پشت پا بزنید، یا بخواید یعنی تاریخی میخوام بگم اینجور نبوده، نه اینکه حالا امروز چجوری اونی هست، اینجور نبوده در واقعیت تاریخ که کسانی که فیلسوف بودن به همه اعتقادات دینیشون پشت پا زدن، یا برعکس کسانی که متدین بودن به هیچ نوع اعتقادات دینی پابند نبودن، به هیچ نوع نظریات فلسفی پابند نبودن. چون باز ببینید همینجوری که عرض کردم باز قبلا، خود این مفاهیم خیلی روشن نیست. ببینید شما الان یه اسلام دارید که داعش ادعا میکنه، یه اسلام هم هست که مثلا آقای سروش میگه، یا اسلامی هست آقای چیز میگه، یعنی به تعداد مسلمونا اسلام دارید. حتی وضع اسلام از این نظر با مسیحیت خیلی فرق میکنه، به خصوص در مسیحیت کاتولیک پاپ قدرتی داشت که میتونست بگه که چه اعتقاداتی مجازه چه اعتقاداتی مجاز نیست. یه حادثه جالبی در تاریخ اروپا هست، در 1270 میلادی، میشه چند سال پیش، خیلی زیاد میشه، یه بار در 1270، یه بار در 1278، دو تا لیست منتشر کرد، یعنی داد زد بدن به دیوار سوربن که اون وقت وجود داشت هنوز، آموزش این اعتقادات فلسفی ممنوعه، که دو تا لیستش هم با هم فرق داره. خب این خیلی واکنش های مختلفی ایجاد کرد. برای چی؟ برای که اسقف اعظم خودش نماینده پاپ میدونست، یعنی یه سلسله مراتب خیلی منضبطی در کلیسا وجود داشت که در واقع پاپ میتونست بگه به چی اعتقاد داشته باشید به چی اعتقاد نداشته باشید. حتی تا اواسط قرن بیستم کلیسای کاتولیک یک لیستی از کتاب‌های ممنوعه داشت، بهش میگفتن ایندکس، یعنی هر سال یه لیستی منتشر میکرد که خوندن این کتاب‌ها برای هر کاتولیکی ممنوعه. شما چنین چیزی در اسلام نمیبینید، یعنی چنین سلسله مراتبی نمیبینید. باز معنیش این نیست که اسلام بهتره یا مسیحیت بهتره یا فلان، یه دو تا سازماندهیه. یعنی شما در همین قوم اگه برید، یک در بین مجتهدین، اونایی که دیگه فرض بر اینی که پاپ های اسلام هم دیگه، بعضی هاشون هستن که به کلی با فلسفه مخالفن، بعضی هاشون هستن که کاملا بعضی اعتقادات فلسفی رو جز اعتقادات دینی میدونن، یعنی میگن کسی چنین اعتقادی نداشته باشه اصلا دینش هم اشکال داره. ببینید ما جز اون لیستی که اون اسقف اعظم پاریس اتیان تامپیه بود اسمش منتشر کرد، یه مقداری تعالیم بود که یه چیز بود، یکیش این بود که حالا این بحث فلسفی است که در فلسفه اسلامی خیلی چیز دیگه، یه قاعده ای دارن میگن که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، و از واحد فقط واحد به وجود میاد صادر میشه. خب گفت آموزش این نظریه ممنوعه. خب الان این نظریه است که در درس معارف به بچه‌ها تمام ایران درس میدن، ولی جالب اینه که همین نظریه، همین قاعده
در بین فیلسوفای مسلمان مخالف داشته ها. یعنی مثلا یه آدم مثل ابن رشد با این قاعده مخالف بوده، چون معتقد بوده که این قاعده مال ارسطو نیست، دیگران بعدا زون آوردن اضافه کردن و خلاصه اینا، ابن سینا و فارابی و فلانی حرف. یه مقداری اینکه اصلا مسلمان بودن چیه، مسیحی بودن چیه، باز به ساختار اینا، به این ساختار سلسله مراتبی این دین ها چیزه. ما مثلا در اسلام یه چیزی معادل پاپ نداشتیم مثلا هیچ وقت. مجتهدین بودن که یه عده زیادی بودن، هر کس میتونست از یه مجتهدی تقلید کنه. بوده یه مواردی که کسانی رو به خاطر اعتقاد دینی به اعتقاد فلسفی تکفیر کرده باشن. حالا باز جزئیات اون قضیه هم خیلی چیزی که فقط به خاطر اعتقادات فلسفیشون تکفیر کردن یا اینکه اعتقاداتشون جنبه سیاسی هم داشته یا نداشته، حالا هرچی. ولی این اینجوری نبوده که اینا را از دایره مسلمانان بیرون بگذاره، برای که یه کسان دیگه هم در همون زمان معتقد بودن که این تکفیر بی خوده. یعنی یه به حرف این گوش میدادن، یه به حرف اون. یه چیزی مثل خیلی از این الگوها، تصورات ما از، چون ما خیلی وقتا تاریخ خودمون رو بر اساس معقولاتی که از تاریخ اروپا گرفتیم سعی میکنیم تحلیل بکنیم. یه چیزایی در تاریخ اروپا وجود داره که در تاریخ ما وجود نداره، معادل نداره، نظیر نداره. از جمله همین حکومت، یعنی جایگاهی که مثلا پاپ در نظام کلیسای کاتولیک داشته، ما چیزی معادل با این در عالم اسلام نداریم. بنابراین اگه باز بخوایم برگردیم به همون سوال اصلی شما، اگر ما منظورمون از فلسفه اسلامی فلسفه ای باشه یا فلسفه هایی باشه، فقط یه فلسفه هم نیست، چون فلسفه اسلامی هم حرفای مختلفی زدن، فلسفه هایی باشه که در داخل تمدن اسلامی رشد کرده، بله این تعبیر کاملا مجازیه. همینجوری که فلسفه یهودی ما میتونیم داشته باشیم که داریم، همینجوری که میتونیم فلسفه مسیحی داشته باشیم. تقریبا تمام فلسفه قرون وسطا فلسفه مسیحیه، خیلی بیشتر از فلسفه اسلامی هم دینیه. به چه دلیل؟ به این دلیل که در فلسفه اسلامی ما اگه بخوایم مثلا در زندگی شخصی ابن سینا تحقیق بکنیم، یعنی مظهر فلسفه اسلامی کیان، مثلا آدمای مثل ابن سینا، فارابی، ملا صدرا، سهروردی، فلان اینا، خب اینا غالبشون به معنای درست کلمه روحانی نبودن اصلا، یعنی از توی سلسله مراتب روحانی بیرون نیومدن. در حالی که فلاسفه بزرگ مسیحی عمدهشون کشیش بودند و به سلسله های فرقه های به اصطلاح صومعه نشین تعلق داشتند. هیچ کس، یعنی اگر در دنیای اسلامی کسی میتونه در مسلمان بودن ابن سینا یا در صمیمیتش در اسلام شک کنه، که من به نظرم شک بی خودی است، کسی نمیتونه بگه که مثلا توماس آکویناس که شاید بزرگترین فیلسوف مسیحیه، این مسیحی واقعی نبوده. هیچ، اصلا که این بعد از مرگش، مدتی بعد از مرگش، حالا چقدر یادم نیست، کلیسای کاتولیک جز قدیسین خودش شمرد، یعنی که شد سنت توماس آکویناس، و این بزرگترین فیلسوف مسیحی قرون وسطاست، یا سنت بوناونتور، یا نمیدونم آلبرت کبیر، اینا همه مقامات کلیسایی بودند، بعضیشون جز فرقه های صومعه نشین بودند. اون ورش هم داریم، یعنی آدمایی داریم که در این حال که چیز بودن، به خاطر عقاید فلسفیشون مدتی کلیسا اینا رو از خودش رانده. خیلی وقتا میگن نگید فلسفه اسلامی، بگید فلسفه ایرانی. فلسفه ایرانی هم همون اشکالی رو داره که فلسفه اسلامی داره. اگه فلسفه به محیط مذهبی وابسته نیست، به محیط تاریخی هم نباید وابسته باشه، به محیط جغرافیایی هم نباید وابسته باشه. نگید فلسفه مسیحی، بگید فلسفه لاتینی. خب اگه فلسفه مسیحی نیست، به زبان هم نباید لاتینی. خب البته بیشتر متون فلسفه مسیحی به زبان لاتینی نوشته شده، ولی زبان چه تأثیری در فلسفه داره؟ اگه حرف اونا درست باشه که هر آدمی اگه وسط بیابونم ولش بکنن، با فکر خودش میتونه برسه به این مفاهیم فلسفی، زبان چه تأثیری داره؟ ایرانی بودن یا نبودن چه تأثیری داره؟ در فلسفه اسلامی عناصر بسیار متفاوتی هست. عناصر ایرانی ما قبل اسلام هست، عناصر اسلامی هست، عناصر یهودی یونانی هست،
دستاوردهای خود این فیلسوفا هست، همه اینا با هم هست و همه فلسفه های دنیا هم همین جوری هن. هیچ فلسفه ای از این حالا بگیم موهبت یا از این بلا مسئول نیست همیشه، و دلیل اصلیش هم همینه که فلسفه باید از مسائلش از محیط خودش بگیره. همینجور که محیط سیاسی یونان باعث پیدایش فلسفه سیاسی شد، محیط سیاسی مذهبی دنیای اسلام یا اروپای قرون وسطا هم باعث پیدایش فلسفه مسیحی یا اسلامی شد. ولی باز معنیش این نیست که اینا آدم های خیلی خوبی بودن یا بدی بودن یا نمیدونم نماز شب میخوندن یا نمیخوندن. شاید تعبیر خودشون از اسلام داشتن. طبعا اسلامی که ابن سینا فکر میکرده با اسلامی که یک کس دیگه فکر میکرده متفاوت بوده، ولی اگه از خودش میپرسیدن میگفته من مسلمونم. و بسیاری از کوشش هاشم و به همین دلیلم غیر از این که حالا تو فلسفه تفسیر آیات قرآن نوشته نمیدونم هزار یک کار کرده.